درود بر شما. جمعه 4 تیر ماه 1400 خورشیدی و 25 ژوئن 2021 میلادی. در امشب صفحه آخر میپردازیم به مهندسی همچنان مسیر رهبر کردن مجتبی خامنه ای و به بعضی از اطرافیان ابراهیم رئیسی که در دولت او خواهند بود انشالله. پرده آخرام آخر برنامه خواهیم داشت، ولی قبل از هر چیز اجازه بدید که خدمتتون عرض کنم که فردا شنبه 5 تیر ماه مراسم وداع با اسماعیل خویی است در گورستان گلدز گرین لندن که آرامگاه عده‌ای از بزرگان ادب و فرهنگ جهان است. در اطلاعیه‌ای که سبا خویی فرزند اسماعیل خویی و همراه پدرش در این سالهای اخیر منتشر کرده و دوستان اسماعیل خویی و بنیاد اسماعیل خویی که اگر میتونیم یه بار دیگه نشون بدیم تا من یه تیکش رو بخونم، نوشته است که مراسم آخرین وداع با شاعر بزرگ و غمخوار مردم ایران اسماعیل خویی روز شنبه 26 ژوئن 2021 یعنی فردا ساعت 11 صبح به وقت لندن در سالن آتش پاری گلدز گرین به نشانی زیر برگزار می شود که بنابر خواسته خودش کالبد او به آتشی که در جانش و شعرش شعله بر بود سپرده می شود که آدرس آرامگاه هست 62 هوپ لین لندن نورت وست 11 و نوشتند که پخش زنده مراسم از اینترنت و اینستاگرام اسماعیل خویی پخش خواهد شد که در اینستاگرام اسماعیل خویی که به همون صورت EMSAILKHOI هست اینستاگرام اسماعیل خویی، در اونجا میتونیم پخش زنده مراسم رو ببینیم و حتما گزارش های از این مراسم هم از مراسم وداع به اسماعیل خویی در رسانه های قطعا خارج از کشور پخش خواهد شد. اسماعیل خویی 4 خرداد 1400 در بیمارستانی در لندن خاموش شد. خب، بیت رهبر یا بیت خامنه ای در این واژگانی که ادبیات جمهوری اسلامی آورده به متاسفانه زبان فارسی و بین مردم ایران هم داره میچرخه طبیعتاً چون وجود داره، بیت رهبر یعنی تشکیلات گسترده سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی نظامی، یک تشکیلات عظیمی که در واقع دولت ثابت بالا سر همه دولت‌های جمهوری اسلامی است که 4 سال یه بار میان مثلا انتخاب میشن و میرن و فلان و حالا میشه 8 سال دورشون، ولی این یک دولت ثابت بالا سر همه این دولت‌هاست در 12 دولت گذشته و این دولت 13 به اصطلاح رئیس جمهور 13. آره دیگه، میشه گفت حالا دولت اول دوم باشه برای دولت این رئیس جمهور 13 که آقای رئیسی است. یک روز بعد از 13 انتخابات ریاست جمهوری یعنی همین شنبه 29 خرداد 1400 وحید حقانیان معاون اجرایی ویژه بیت رهبر جمهوری اسلامی بیانیه منتشر کرد که نخستین بار است در طول عمر جمهوری اسلامی که یک مقام ارشد رهبری نظام میاد بیانیه میده درباره انتخابات و حرفای میزنه که انتشار عمومیش از طرف یک مقام ارشد بیت رهبر معظم به قول علما مسبوق به سابقه نیست. یه قسمت های ازیاد بدن از بیانیه وحید حقانیان رو براتون بخونم. خطاب بیانیه به رفقای محترم و عزیز است. نوشته نکته ای را میخواستم صادقانه و از روی اطلاع خدمتتان عرض کنم و آن این که لازم است توجه داشته باشیم که در این مقطع حساس لازم است از تلاش‌های صبورانه جناب آقای محسن رضایی و جناب آقای دکتر امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی کمال تشکر را داشته باشیم. این برادران با وجود فشارهای شدید عده‌ای و با تحلیل و افکار خاص صحنه انتخابات را ترک ننموده و خود را نامزد پوششی فرض نکرده
و تا آخر رقابت‌های انتخاباتی با انرژی، باور و جدیت در صحنه باقی ماندند تا انتخابات 1400 علی‌رغم تبلیغات چندین ماهه و سنگین دشمنان رنگ و بوی واقعی و رقابتی به خود بگیرد و درصد مشارکت از پیش‌بینی‌های حضرات بالاتر برود. لازم است این نکته را اضافه کنم که آقای دکتر همتی هم به این معنا کمک کردند، زیرا ضد انقلاب و دشمنان کشور انتخابات را تحریم کردند و عده‌ای هم متأسفانه در داخل ناآگاهانه و یا از سر غفلت شعار رای بی رای را سر می دادند. توضیح کوتاهی در پرانتز بدم بعد ادامه بدم این بیانیه را که در رسانه های دولت منتشر شد و رسانه اصلاح طلب بیشتر. وقتی که میگه ما باید از محسن رضایی، امیرحسین قاضی‌زاده، هاشمی تشکر بکنیم چون اینها خودشون رو نامزد پوششی فرض نکردند و نرفتند، یعنی زاکانی و جلیلی نامزد پوششی بودند و برای همین ترک کردند صحنه رو، و البته مهرعلی‌زاده هم از اصلاح طلبا به اصطلاح که نامزد پوششی مثلا همتی بود و اونم ترک کرد، ولی میگوید اینها نامزد پوششی نظام بودند، در واقع آنچه که میشود از بین سطرها دریافت. میگه اینها موندند تا انتخابات 1400 رنگ و بوی واقعی و رقابتی به خود بگیرد. حالا ادامهشو میخونم متوجه میشین که دقیقا منظور همین است. نتیجه همه این فرایندها و نارضایتی شدید مردم برای عدم رأی‌آوری آقای همتی که خود اتفاقاً عضوی از دولت مستقر و فاقد مقبولیت به حساب می آمد کافی می نمود و از قبل هم قابل پیش بینی بود. یعنی خود همتی هم می دونست که رأی نمیاره، مثل همه شیشتای دیگه، پنجتای دیگه غیر از رئیسی. بنابراین ادامه بیانیه وحید حقانیان، بنابراین حضور این سه رقیب یعنی زاکانی، جلیلی، مهرعلی‌زاده که رفته بودند و این سه رقیب یعنی رضایی، امیرحسین قاضی‌زاده، هاشمی، همتی، بنابراین حضور این سه رقیب برای جناب آقای رئیسی امداد الهی به حساب آمده و یقینا باید گفت اینها خود را به گونه ای دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردند، وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت ها، تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی نژاد، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی یعنی زاکانی و جلیلی و مهرعلی‌زاده این سه نفر هم یعنی همتی و رضایی و قاضی‌زاده هاشمی این سه نفر هم اعلام انصراف کرده بودند، ولو وزارت کشور هم قبول نمی کرد، یقینا چالش بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود می آمد. یعنی چی؟ یعنی شرایط طوری بود که می تونست جمهوری اسلامی رو با بحران روبرو کنه، اما وفاداری همتی و رضایی و قاضی‌زاده هاشمی به نظام مانع این شد، وگرنه علی می موند و ابرام، و این برای نظام مقدس خیلی بد بود که داوطلب ریاست جمهوری فقط ابرام رئیسی مونده باشد. و خب به این صورت این ظاهر رقابتی گرفت. حالا یکی از عواملی که وحید حقانیان به عنوان لغزنده کردن موقعیت انتخابات و به آستانه بحران بردن اوضاع اشاره میکنه شرایط رد صلاحیت هاست. میگه حضور این سه رقیب که خوندم براتون، همتی و رضایی و هاشمی، قاضی‌زاده هاشمی، برای جناب آقای رئیسی امداد الهی به حساب آمده و یقینا باید گفت اینها خود را به گونه‌ای دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردن، وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت ها و غیره، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی یعنی زاکانی و جلیلی و مهرعلی‌زاده این سه نفر هم کنار می‌کشیدند، یقینا چالش بزرگی برای نظام مقدس به وجود می آمد. یعنی آنچه شورای نگهبان این بار انجام داده در باره نوشته با توجه به شرایط رد صلاحیت ها، در باره رد صلاحیت ها مورد تایید وحید حقانیان نیست. وحید حقانیان میدانید که یک فرد نیست، در مقدمه عرض کردم سال هاست معاون ویژه اجرایی بیت رهبر معظم
نظام مقدس است، یعنی معاون اجرایی امام خامنه ای، و این معنای ایمانی بسیار دارد برای طرفداران نایب امام زمان و ولی فقیه. رسانه سپاه تسنیم میاد علیه این بیانیه موضع میگیره و معاون اجرایی خامنه ای رو که تالکس جرأت نمیکرد یقش رو بگیره مینوازد. تسنیم نوشت: آقای حقانیان، به طور طبیعی افرادی که مسئولیت‌های حقوقی مهمی در حد معاونت در این دفتر دارند، یعنی دفتر امام خامنه ای، باید صرف نظر از تمام تمایلات و تحلیل‌ها و علاقمندی‌های خود در یک نسبت معقول با شأن دفتر عمل کنند و از ورود به مسائلی که نیازی به آن نیست و یا می‌تواند دفتر رهبر معظم انقلاب را در معرض آسیب‌های بی جهت قرار دهد خودداری کنند. همچنان که مقایسه رو ببینید، همچنان که امام صادق می‌فرمایند شیعیان باید زینت ائمه باشند و رعایت این گفتار در باره فردی که معاونت دفتر رهبر معظم انقلاب را به عهده دارد، یعنی در شمار ائمه گذاشتن آقا رو، در نسبت با این دفتر بسیار ضروری است. حتما تأیید می‌فرمایید که انتشار بیانیه در تحلیل رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری جزء مأموریت‌های این معاونت نیست و به همین دلیل مبادرت با آن می‌تواند به مثابه یک اقدام ناسواب و به حق قابل نقد باشد. شایسته از ضمن ترک این رویه خسارتبار هرچه سریعتر درباره این شبه افکنی ها روشنگری کرده و از ساحت رهبر معظم انقلاب اسلامی و دفتر ایشان سیانت فرمایید. خب این که میتونه همه اینها، این بازی های بیانیه‌ای و رسانه‌ای برای پاک کردن دامن مقدس رهبری از لکه ننگ انتخابات کم رونق و مهندسی شده باشد و در واقع عدم مشروعیت نظام، بعید نیست، مخصوصا که وحید حقانی در پاسخ به رسانه سپاه، وحید حقانی پسر وحید حقانی اسمش چیه؟ خب حالا الان براتون میخورم. پسر وحید حقانی میاد روی اینستاگرامش پستی میذاره که از باباش دفاع میکنه و این احتمالی که عرض کردم که اینا همه بازیه رو تقویت میکنه. تو یادداشت اینستاگرامیش نوشت: پیام وحید حقانیان، یعنی پدرم، نشان میدهد اتفاقات اخیر در انتخابات بی عدالتی و خارج از عرف جمهوریت رفتار کردن شورای نگهبان، تأکید بر یک نامزد خاص و مطرح کردن او به عنوان گزینه مورد حمایت رهبری هیچ کدام از طرف دفتر رهبر نبوده و تأیید ایشان را در بر نداشته است. اینو پسر وحید حقانیان رو اینستاگرام میذاره. این دقیقا همون چیزی است که هفته گذشته مهمان محترم برنامه ما آقای مجتبی واحدی گفتند. خود من معتقدم تصمیم در دوره خامنه‌ای گرفته خواهد شد که چه کسی رهبر بشه، زمین سازی جمع می‌کنن. تا این لحظه به نظر من مجتبی خامنه‌ای بسیار از کارهایی که خامنه‌ای داره می‌کنه در واقع پذیرفتن بسیار از ننگ‌ها، آلودگی‌ها، رسوایی‌ها به جان خودش است، برای اینکه فردای رهبری مثلا یه خورده اوضاع رو در بعضی زمینه‌ها اصلاح کنن و اون طرف محبوب بشه. ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور اسلامی جدید 31 خرداد کنفرانس خبری در تهران برگزار کرد، دو روز بعد از برگزاری انتخابات. در این کنفرانس خبری خبرنگاران داخلی و خارجی حضور داشتند، شلوغ بود. یکی از سوالا که هیچ وقت یقیه آقای سید محرومان رو ول نمی کنه خوشبختانه، مسئله اعدام های 67. خبرنگار خبرگزاری الجزیره انگلیسی زبان سوالی کرد که
در این باره که بهتر خود سوال بشنوین به انگلیسی، بعد من ترجمه سوال خبرنگار رو عرض میکنم خدمتون، بعد سوال با ترجمه عمدن غلط مترجم خبرنگارای انگلیسی زبان در کنفرانس خبری جناب آقای رئیسی خواهید شنید. اول اینو بشنوید. السلام علیکم. Thank you for taking our question. There are sanctions against you. Human rights organizations say thousands were executed whilst you sat on a committee that oversaw those executions in 1988. On the day you were elected, Amnesty International said you should be investigated for crimes against humanity. Do you think that these issues will be difficult for you when you interact with world leaders, especially Western leaders? And do you intend on visiting the West? ترجمه دقیقش این است. ممنونم از پذیرش من برای طرح پرسش. تحریم های علیه شما هست. سازمان های حقوق بشری میگویند هزاران نفر در سال 1367 خورشیدی اعدام شدند. زمانی که شما عضو کمیته ناظر بر اعدام ها بودید. روزی که شما به ریاست جمهوری انتخاب شدید، سازمان عفو بین الملل گفت شما به دلیل جنایت علیه بشریت باید مورد بازپرسی قرار بگیرید. فکر میکنید که این مسائل مناسبات شما را با رهبران جهان، خصوصا رهبران کشورهای غربی، دچار مشکل میکند؟ و آیا شما قصد دارید که به کشورهای غربی سفر کنید؟ خب، حالا در این نخستین کنفرانس خبری جناب رئیس جمهور اسلامی جدید ببینید که حتی یک سوال ساده رو بر نمیتابند که مثل آدم ترجمهش کنن. ترجمه مترجم مورد تایید نظام و جواب رئیسی به پرسش خبرنگاری رو که خبرنگار الجزیره انگلیسی زبان رو با هم دیگه بشنویم. حالا Amnesty International said you should be investigated for crimes against humanity. Do you think that these issues will be difficult for you when you interact with world leaders, especially Western leaders, and do you intend on visiting the West? Thank you. تشکر میکنم از جنابالی به خاطر وقتی که به بنده داده شد. از الجزیره انگلیسی هستم و این سوال رو مطرح میکنم. جناب آقای رئیسی، تحریم های علیه جنابالی وجود دارد و همینطور اتهاماتی علیه شما از سوی برخی سازمان های حقوق بشری مطرح است. اخیراً سازمان عفو بین الملل اتهاماتی رو وارد کردن در خصوص نقش شما در برخی از اعدام ها. این مسئله چه تأثیری میتواند روی نحوه تعامل شما با دیگر رهبران کشورهای جهان داشته باشد، به ویژه کشورهای غربی، و اینکه آیا قصد دارید به کشورهای غربی سفر بکنید یا خیر؟ متشکرم. من از ابتدای مسئولیت به عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم. حقوق بشر محوری ترین نکته‌ای بوده که من همواره در همه مسئولیت‌ها دنبال کردم. آنانی که اتهام می‌زنند باید گفت که امروز ما در جایگاه مدعی قرار داریم به عنوان مدعی حقوق انسان. تمام اقداماتی که من در این مدت مسئولیت انجام دادم همواره در جهت دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان بوده. با کسانی که اخلال در حقوق انسانها ایجاد کردن، دست به حرکتهای داعشی زدن، دست به اقدامات ضد امنیتی زدند، همواره در دستگاه قضایی و به عنوان یک حقوقدان، به عنوان یک قاضی، مدعی حقوق انسانها بودم و در جایگاه دفاع از حقوق بشر. امروز کسانی که نقض حقوق بشر می کنند در دنیا، اونها باید پاسخگو باشند که چگونه جلوی چشم همه مردم دنیا دارند نقض حقوق انسانها می کنند. اگر یک حقوقدان، یک قاضی در کسوت قضاوت، یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق که شما مردم رو در مقابل
هجوم ها و تهدید ها امنیتشون رو حفظ کردید. من افتخارم آن است که در کسوت دادستان هر کجا که بودم دفاع از حقوق مردم، دفاع از امنیت مردم و دفاع از آسایش مردم خواهم کرد. امروز هم در جایگاه ریاست جمهوری خود رو موظف می‌دانم به دفاع از حقوق بشر، از هر قومی با هر گویشی در هر کجای از دنیا باشد خود رو موظف می‌دانم از حقوق انسان‌ها دفاع کنم. خدا به خیر بگذرونه، این می‌خواد همین کاری که تو ایران کرده در هر کجای جهان بکنه. ابراهیم رئیسی رو 10 سال پیش در سال 2011 میلادی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرد، به این معنا که حق ورود 27 کشور این اتحادیه رو نداره و دارایی‌هاش هم در کشورهای اتحادیه اروپا توقیف شده. 2 سال پیش هم در سال 2019 آمریکا ابراهیم رئیسی رو به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در فهرست تحریم‌های بین المللی قرار داد. میشل باچله کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد سه‌شنبه 1 تیر ماه 1400 در 47 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مرکز اروپای سازمان ملل گفت وضعیت حقوق بشر در ایران نگران کننده است. So far in 2021 at least 95 people have been executed in Iran, 6 of them women. Over 80 child offenders are on death row with at least 4 at risk of imminent execution. گفت در سال گذشته در ایران 267 نفر اعدام شدند که جمهوری اسلامی 91 مورد را اعلام کرده. از اول سال 2021 میلادی، یعنی در 6 ماه گذشته، حداقل 95 تن در ایران اعدام شدند که 6 نفر از آنها زن بودند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل درباره انتخابات هم گفت متاسفیم که حق مشارکت سیاسی در ایران با استانداردهای بین المللی همخوانی ندارد. چی جمهوری اسلامی با کدوم استاندارد بین المللی همخوانی دارد؟ تو کنفرانس خبری همین هفته پیش که عرض کردم، اولین کنفرانس خبری مثلا رئیس جمهور اسلامی منتخب ایران است. ببینید رئیس جمهور منتخب ایران چجوری جواب میده. آقای دکتر، میخواستم بدونم در صورت لغو تحریم‌ها و برداشته شدن آن و درخواستی که ایران داشته اگر انجام بشه، شما حاضر به ملاقات با رئیس جمهور آمریکا هستین برای رفع مشکلاتی که بین دو کشور است؟ خیر. متشکرم. خیلی متشکرم از خبرنگار خبرگزاری رابطه روسیه. در جواب اینکه آیا امکان ملاقات با رئیس جمهور یک کشور دیگه، حالا آمریکا، در شرایط ویژه‌ای که داریم خواهد بود، یک کلمه چکشی جواب میده که فقط از یه آدم بی‌منطقی برمیاد که هیچ از دیپلماسی و مذاکره نمیفهمه. اصلا آمریکا دشمنت، مذاکره رو مگه با دوست دادم میکنه؟ میره با دشمنش میکنه. اصلا مذاکره تو میفهمی؟ قاعدتا مثل رئیس جمهورای اسلامی قبل از خودت میتونستی بگی مثلا الان قابل پیش بینی نیست، مثلا، یا من فکر نمیکنم برای حل مسائل جاری نیازی به این ملاقات باشه فعلا، مثلا این حرف رو میگه. خیر، تموم، اعدام. تکلیف وزارت خارجش هم تا حالا روشن کردی رئیسی. همین چهارشنبه 2 تیر ماه 1400 علی باقری کنی رو به عنوان رابط وزارت خارجه در دوره انتقال دولت جدید، یعنی از روحانی به رئیسی، معرفی کرد. رئیسی که سال 97 شد رئیس قوه قضاییه، علی باقری کنی رو کرد معاون امور بین الملل قوه قضاییه. 6 سال آخر دوره احمدی نژاد، این آدم که دیدین گل پسر، وردست سعید جلیلی بود در تیم مذاکره کننده هسته‌ای از 86 تا 92. حاصل چی شد؟ تشدید تنش در روابط جمهوری اسلامی با بیشتر کشورهای جهان. صدور 3 قطعنامه مهم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران که ایران رو برد تا آستانه جنگ. بعد این آدم قراره بشه وزیر خارجه دولت سید محرومان و سیاست‌های او رو اجرا بکنه. البته اگه بشه اسم این چیزها رو واقعا گذاشت سیاست. رئیسی صریح در همین کنفرانس خبری گفت که مسائل منطقی و مسائل موشکی قابل مذاکره با آمریکا نیست. حالا در روند مذاکره.
چه نظری دارید در خصوص پیشنهاد آقای بایدن در مورد اینکه یک توافق جامع‌تری با ایران انجام بشه که پوشش بده مسائل دیگری رو مثل برنامه موشکی بالستیک ایران رو و همچنین مسائل منطقه‌ای رو؟ مسائل منطقه‌ای یا مسائل موشکی قابل مذاکره نیست. مسئله‌ای که مذاکره شده، توافق شده، قرارداد منعقد شده، متعهد شدن عمل نکردن، چگونه میخواهند وارد مباحث جدید و نو بشوند؟ من قبلا به این موضوع پرداختم، باز مختصر میپردازم که این آدم چقدر دروغ میگه یا نمیدونم نادان خودشو به تجاهل میزنه یا واقعا جاهله. نقض برجام از طرف جمهوری اسلامی بود به دلیل روشن قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که باعث شد بعد از برجام باعث شد بقیه قطعنامه های قبلی، شش قطعنامه قبلی لغو بشه. قطعنامه 2231 در همین قطعنامه نوشته خواستار آن است که ایران از فعالیت های مربوط به موشک های هسته ای خودداری کند و هیچ گونه فعالیتی در پیوند با موشک های بالستیک که به منظور دستیابی به تسلیحات هسته ای طراحی شده اند انجام ندهد، از جمله پرتاب با استفاده از فناوری موشک های بالستیک. این جزء توافق جمهوری اسلامی بوده با کشورهای 5 به اضافه 1 در امضای برجام، اون قطعنامه 2231. بعد 4 سال پیش در سال 2016 میلادی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نامه مشترک می‌نویسن به دبیر کل سازمان ملل متحد و می‌نویسن ایران از طریق آزمایش‌های موشکی انجام شده از زمان برجام به این سو قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده است. قبلا من گزارش دادم که 8 تا موشک بالستیک جمهوری اسلامی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای رو داره. خب این نقض آشکار برجام است که برای برجام مثلا برای حفظ و گسترش صلح منطقه‌ای و جهانی طراحی و امضا شد بین کشورهای 5 به اضافه 1 و جمهوری اسلامی ایران. کی نقض برجام کرده و میکنه؟ کی نقض تعهدات بین المللی میکنه؟ اصلا برجام هیچ. تلویزیون پرس تی وی که مال خود جمهوری اسلامی است، انگلیسی زبان، درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میپرسه از رئیسی تو همین کنفرانس خبری و تأثیر این برنامه‌های هسته‌ای در مذاکرات وین که در جریان است. رئیسی طبق معمول مکرر یه ترجیبندی رو تکرار میکنه. آمریکا نقض کرده، اروپاییان به تعهداتشون عمل نکردن. بارها تو این کنفرانس خبری یه ساعته 100 بار شنیدیم از این آدم. و یک نکته مهمی رو میگه که اینم یا از بی اطلاعی اوست که قاعدتا از رئیسی بعید نیست که از بی اطلاعی باشه حرفش، یا عمدن دروغ میگه تا کسایی که واقعیت رو نمیدونن لااقل از اون نشنون. و اقدامات جمهوری اسلامی تا کنون اقداماتی بوده که بر اساس اعلامهای سازمانهای بین‌المللی کاملا در چارچوب قوانین و مقررات انجام شده. باز هم سوال من این است که علارغم اینکه اقدامات جمهوری اسلامی در چارچوب مقررات انجام شده، طبق اعلام خود اونها این اقدامات در چارچوب مقررات انجام شده، چرا موانع و مشکلات پیش پای اقدامات هسته‌ای ایران قرار میدن و حال اینکه به اعتراف مکرر اونها اقدامات هسته‌ای ایران هیچ گونه مشکلی تا کنون نداشته است؟ دروغ میگه. همین 17 خرداد امسال، 10 روز قبل از انتخاباتشون بود که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی در گزارش به شورای حکام آژانس گفت که بازرسان آژانس 4 محل را در ایران شناسایی کردند که در آنها آثار مواد هسته‌ای پیدا شده و ایران قبلا این سایت ها را به اطلاع آژانس نرسانده بوده. این یعنی نقض. ادامش، به گفته مدیر کل آژانس ناظر بر سازمان ملل، در 3 ماهه گذشته ایران هیچ اطلاعی در مورد یکی از سایت ها نداده، پرسش ها در مورد 2 سایت دیگر را نادیده گرفته و نوشته ای که در خصوص سایت 4 ارائه شده فاقد سندیت است. دارین میبرین ایرانو به جایی که احمدی نژاد داشت میبرد. کی میدونه که رئیسی این حرفایی که الان شنیدین
اینا رو واقعا رو ناآگاهی میزنه یا دروغ میگه؟ کی میدونه که این بیانیه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشش به شورای حکام 10 روز قبل از انتخاب شدنش آقای رئیسی، آیا میدونه که تو این بیانیه چی نوشته؟ از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی غنی‌سازی 20% و غیره و غیره و غیره خبر داره؟ میدونه یا دروغ میگه؟ یا همینجوری چون امام خامنه ای فرمودن که ما بدعهدی نکردیم آنها بدعهدی کردن، اینا اومده این حرفا رو میزنه؟ همین. ببینید، رئیسی از جهتی هم شبیه روحانی است هم شبیه احمدی نژاد. شبیه روحانی است از جهت شعارهای دهنپرکن غیر عملی در حوزه معیشت و رفاه مردم ببیشه. ببینید، بیشترین شباهت رو به روحانی داره در اینجور شعارهای غیر عملی دادن. نمونهش رو بشنوید. ما حتما باید نسبت به مسئله پس از کرونا فکر کنیم به نحوی که مردم احساس کنن که دولت نه در یک مقطع، مثلا بگیم اینقدر وام میدیم برای بیکار شدن، اینقدر وام میدیم برای مثلا فرض کنید کسب و کار، نه، احساس کنن که یک فکر اساسی شده برای آسیب دیدگان در حوزه کسب و کارها. پس این مسئله است که واقعا ما باید به عنوان یک مسئله اساسی که در کشور معضل ایجاد کرده، یعنی واقعا مردم رو نگران کرده، این بحث مسئله کسب و کارها و کرونا. بله، واقعا معضل ایجاد کرده، مردم رو نگران کرده، این باید فکر اساسی کرد. برنامه چیه؟ ما باید دسترسی به پزشک را برای همه کشور، شهرستان، الان بعضی از مردم از برای متخصص میان تهران یا میان مرکزی استان، ما باید دسترسی به متخصصین رو در همه کشور دسترسی آسان بکنیم. اینم نکته بسیار مهمی هستش. آخه دسترسی پزشک، دسترسی آسان به پزشک، اونم تازه متخصصین در همه جای کشور، تا حقوق کافی نگیره پزشک که پا نمیشه بره از شهرش تو فلان منطقه بد آب و هوا زندگی بکنه. همه که فلورانس نایتینگل نیستن. با کدوم بودجه دولتی میتونی پزشکان متخصص و عادلانه توزیع کنی در بین جمعیت کشور؟ متخصصم نه، پزشک داخلی نه، پرستار. با وجود کمبود بیش از 50,000 پزشک و پرستار در ایران، تنگناهای اقتصادی باعث شده هزاران پزشک و پرستار ایرانی در شرایط بحران کرونا و کمبود کادر درمانی در ایران خود را آماده مهاجرت به خارج از کشور کنند. آمارهای سازمان نظام پزشکی میگوید بیش از 3,000 پزشک تنها در 10 ماه گذشته از ایران مهاجرت کردند. چی میگی تو رئیسی از خودت همینجوری؟ فاجعه است واقعا. آمار واقعی این حرفای پرت و پلایی که میزنن. یه نکته دیگه اجازه بدین بگم از دروغ‌های شاخدار آخوندی که قازل قضات جمهوری اسلامی، رئیس جمهور شده اسلامی بارها تکرار کرده در همین یک ماه اخیر. از رو هم نمیره، مدام میگه در زمان من هیچی فیلتر نشد. در ارتباط با مسئله فضای مجازی، من همون که گفتم مردم میدونن اون که من میگم، من قول صادق دارم. اصلا نگاهشون به من اینه که من تو هر جا که بودم، هر جا حرف زدم، حرف صادقانه زدم، هیچ گونه دو جور حرف نمیزنم. ببینید، هیچ فیلتری در زمان من مطلقا در قوه قضاییه انجام نشده. حق داره، در زمان ریاست تو بر قوه قضاییه دیگه چیزی نمونده بود که تو فیلتر کنی. ولی تو که میگی دسترسی به اینترنت مثل دسترسی به آب و برق یک حق شهروندی است و خیلی طرفدار 2 میلیون فالوور داری و اینا، به عنوان قازل قضات کشور اسلامی چرا این حق رو به مردم بر نگردوندی؟ تازه چرا پافشاری کردی که این حق از مردم باید همچنان گرفته بشه؟ ببینین دیگه، این نامه قوه قضاییه است در سال 98، میگه هیچ ارائه دهنده خدمات وب حق ندارد که خدمات میزبانی و یا هر نوع خدمات دیگر به وبسایت های ارائه کند که فیلتر شدند. آخه شرمم خوب چیزیه در دامنه دروغ.
آقایان مسئول نظام مقدس. من اول برنامه عرض کردم که درباره اطرافیان ابراهیم رئیسی بگم، تونتون چند نفری رو در پیوند با کارهای خود آقای رئیسی عرض کنم خدمتتون که از اطرافیان مورد اتکای ابراهیم رئیسی در واقع یکیشون رضا تقی‌پوره، در پیوند با همین فضای مجازی میخوام بگم از اول تبلیغات انتخاباتی تقی‌پور مسئول نظارت بر این شخص، مسئول نظارت بر فضای مجازی ستاد رئیسی بود و اینقدر این آدم بدنامه که یه عده که دنبال بت ساختن از سید محرومان در بین حلقه های خودشون بودن اومدن هر تریبون دستشون رسید توش گفتن بی خود جوابسازی نکنین، تقی‌پور تو ستاد انتخاباتی رئیسی جایی نداره. حتی 16 خرداد 1400 مهدی دوستی سخنگوی ستاد رئیسی گفت، نوشت: ضمن حفظ احترام به جناب آقای تقی‌پور، ایشان هیچ گونه سمتی در ستادهای مردمی حامی آیت الله رئیسی ندارند. لازم به ذکر است دیدگاه‌ها و رویکردهای سید ابراهیم رئیسی در مورد فضای مجازی پیشتر در برنامه‌ها و سخنرانی‌های ایشان بیان شده است. خب فرداش که این آقای این اطلاعی سخنگوی ستاد، فرداش 17 خرداد 1400 وبسایت علی نیکزاد رئیس ستاد ابراهیم رئیسی نوشت: با نظر حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی و با حکم علی نیکزاد، رضا تقی‌پور به عنوان مسئول فضای مجازی ستاد تبلیغاتی رئیسی منصوب شد. حالا کاری نداریم به این دعوای درونی باند رئیسی که هنوز دولتش تشکیل نشده شروع شده، هرچی فاسدتر واقعا خب اختلافای درونی این باند ها بیشتره دیگه، همشون برای خدا دارن کار میکنن. بعد همین رئیسی درباره اینترنت و ادامه میدم برای اینکه بسیار مهمه این مسئله انتقال آزاد اطلاعات، بارها در صحبتاش تو مناظره ها میگه اینترنت امن درست خواهیم کرد برای ایران. من توضیح نمیدم، آقای همتی تو مناظره های انتخاباتی مختصر مفید به این موضوع پرداخت که اینترنت امن یعنی چی؟ رئیسی، من فکر میکنم حضرت عالی یه حرف رمزی زدین، گفتین اینترنت امن. دفعه پیشم فرمودین تو جلسه مردم، سوالیه که من از مردم عزیز میکنم، شما میدونید اینترنت امن یعنی چه؟ به نظر من یعنی اینستاگرام بسته بشه، شما به جای اینستاگرام نیاز پیدا کنید برای هر کسب و کاری دنبال مجوز از آقایون باشید، یعنی چند میلیون شغل از بین بره. تعارف رو گذاشتن کنار، میگن اینترنت رو باید طبقه بندی کنیم. یعنی چی طبقه بندی؟ اینترنت رو میخوان یعنی جیره بندی بکنن، به عده کمتر بدن، به عده بیشتر بدن. این که بالاخره مردمی که ما نباید صغیر فرض بکنیم. اینجا کره شمالی نیست آقای رئیسی. فکر کردید چرا هر روز آقای آذری جهرومی این وزیر شجاع ما رو احضار میکنن دادگاه؟ آقای رئیسی چرا نماینده شما در کمیته فیلترینگ رأی به بسته شدن اینستاگرام دادن؟ وقتی شما میگی با فیلترینگ مخالفی، مثل این میمونه که تبری بگی اون زمین‌ها ویلاها تو لواسون رو دوستانش بهش دادن. الان اون دوستای آقای تبری سوال من اینه کجان آقای رئیسی؟ چرا اینا هنوز آزاد هستن؟ بله، معنای اینترنت و امن رو، اینترنت امن رو مختصر مفید عرض کردم، همتی گفت نیازی نیست من توضیح بدم درباره دوستان تبری و همپروندگی هاش. تو همین برنامه صفحه آخرم قبلا مفصل گفتم، دیگه فرصت نداریم شب بهش بپردازم، لازم هم نیست. از جمله این افراد حسن نجفی که مثلا فراریست و بیژن قاسمزاده و جلیل صبحانی که آزادند مثلا با وثیقه، همین آقای رضا تقی‌پور مسئول فضای مجازی ستاد تبلیغاتی رئیسی. ببینین چقدر میخوام این بحث رو تموم کنم درباره این فضای مجازی فعلا، میگه ببینید چقدر دشمن رو از آن سوی اقیانوس ها میشناسه و چه بلایی سر فضای مجازی خواهد آورد اگر همین مسئولیت رو که در ستاد انتخاباتی رئیسی داشت در دولت هم داشته باشه. ایشون میفرمایند گوگل و بقیه موتورهای جستجوگر در اینترنت ابزار جاسوسی بیگانگانند. رضا تقی‌پور از موتورهای جستجو با عنوان موتورهای جاسوسی یاد کرد و افزود: در اینکه موتورهای جستجو خارجی ابزارهای جاسوسی بیگانگان است شکی نیست و این را میتوان به راحتی از آمارهایی که منتشر میکنند
متوجه شد. اصلا فضای مجازی و این انقلاب فناوری اطلاعات و اینا هدفش جاسوسی علیه جمهوری اسلامی است. خیلی خوب، چی کار باید کرد آقای دولت سید محرومان؟ رئیسی میخواد اینترنت امن درست کنه با همین رضا تقی‌پور و امثال خود. و جالب اینه، و جالب که چه عرض کنم، که وقتی خودشون نیاز به این فضا دارن ازش استفاده میکنن. چجوری 2 میلیون فالوور داره رئیسی؟ همون فضایی رو که خودشون فیلتر کردن. توییتر رسما فیلتر تو ایران دیگه، همتون میدونین، ولی آقای رئیسی و همه سانسوچی های نظام مقدس حساب کاربری دارن تو توییتر. این که گفتم رئیسی میخواد اینترنت امن درست کنه با همین تقی‌پور و همسال او کنایه نبود. واقعا تقی‌پور وزیر دولت احمدی نژاد بود. اصولا دوروبری های رئیسی هم سال 96 تو انتخابات قبلی و هم امسال از وزرای احمدی نژاد بودن و هستند. از شیوه های پوپولیستی احمدی نژادی رئیسی فراوان میبینیم. سال 96 برای مثال که رئیسی متولی آستان قدس رضوی بود و میخواست رئیس جمهور بشه، از پول آستان قدس کلی رشوه داد به مردم که بهش رأی بدن. پس از خوزستانی ها این بار نوبت به تبریزی ها رسید که به نام امام رضا و به کام سبد رأی ابراهیم رئیسی متبرک شوند. ابراهیم رئیسی که کمتر از 1 سال از انتصابش در تولیت آستان قدس رضوی با حکم آیت الله خامنه ای میگذرد، یک باره در موسم انتخابات با دغدغه متبرک کردن مردم شهرهای مختلف از آستان قدس رضوی در حال ریخت و پاش های انتخاباتی است. در جدیدترین خبر، آستان قدس رضوی برای متبرک کردن مددجویان بهزیستی تبریز نفری 100,000 تومان پول نقد، نمک، شاخ نبات و یک پرچم آستان قدس تبرکی میدهد. آستان قدس رضوی در ایام تعطیلات نوروز هم تحت عنوان طرح نسیم کرامت صدها تن آرد رایگان در بین مردم خوزستان توزیع کرد که این خبر رو زود مشرق نیوز و فارس و تسنیم و همه خبرگزاری سپاه و اصولگرایان ذوب در ولایت و اینا اومدن کردن تو بوق که آی ملت، اگه رأی به رئیسی بدین نونتون لااقل با آرد امام رضا تأمینه. میتونست البته رئیسی ادعا کنه که از درآمد شخصی چه این آرد پاشی ها، در واقع کم پولدار نیست. فقط 3 سالی که در ببینید چقدر گیرش اومده، فقط 3 سالی که تولیت آستان قدس بوده. میزان حق و تولیه آستان قدس 1/10 از سود خالص همه موقوفات است و حق شخصی و شرعی و قانونی متولی است. 10% از سود خالص همه موقوفات. آستان قدس در تمام مناطق کشور املاک زیادی دارد، ولی این امر در برخی نواحی مانند خراسان چشمگیرتر است. از جمله بنا به اذعان خود آستان قدس قریب به 90% از املاک و اراضی محدوده شهر مشهد مقدس موقوفه آستان قدس رضوی است. میتونست رئیسی از درآمد کلانی که مفت مفت از این 10% سود حاصل از موقوفات به جیبش رفت استفاده کنه برای آردپاشی انتخاباتی، اما حتی این کارم نکرد. پول لازم بود، از همون دارایی آستان قدس استفاده کرد و برند آستان قدس رو زد، پرچم آستان قدس رو کیسه های آرد و پاکت های 100,000 تومانی برای مثلا رای دهنده کنه. خب ولی امسال دیگه نه فضای سال 96 بود، نه دیگه کلید گاوصندوق آستان قدس دستش بود، یکی دیگه از الان. اون موقع به اسم زکات حتی میتونستن از اموال آستان قدس بدن به فقرا مثلا، بعد روش بگن رئیسی داد و میخواد انتخاب بشه. امسال در کسوت رئیس قوه قضاییه به هیچ اسمی نمیتونست آرد پاشی کنه، افسون بر این که امسال اصلا نیازی به این کارا نداشت. قرار بود رئیس جمهور بشه به گفته وحید حقانیان معاون اجرایی بیت رهبر معظم، قرار بود رئیس جمهور بشه که جزئیات چه هفته پیشم بنده عرض کردم و شد. ولی یک سوال مهم اینجا میمونه. رئیسی که میگوید از طریق شبکه هوشمند ارتباطات پاسخگوی مردم است می شود، گفتم همین روزا وصل نکنم دم و دستگامو، مردم از من سوال کنم مستقیم جواب بده که 10% سود موقوفات آستان قدس رضوی که به حسابش ریخته شد در اون 3 سال چقدر بود و با اون پول چه کرد، و به عنوان قاضی القضاتی که هنوز رو صندلی رئیس جمهوری اسلامی ننشسته است جواب بدهد که رو چه حسابی این سود کلان به حساب تولیت آستان قدس واریز میشه، و چرا آستان قدس حساب و کتابش علنی نیست، و چرا مالیات به دولت نمیده با این همه کسری بودجه دولت.
گچ به مردم باید بدوزه تو بورس و این بر اون بر. رئیسی از 17 اسفند 94 تا 15 فروردین 98 تولیت آستان قدس رضوی رو به عهده داشت، یعنی بیش از 3 سال. از همون سال 94 دولت و مجلس شورای اسلامی رفتن پای مالیات گرفتن از آستان قدس برای کاهش کسری بودجه مملکت. سال 94 لایحه دولت به مجلس درباره اخص مالیات از آستان قدس تصویب نشد. مثلا بس کنارش گذاشتن. خب حالا اواخر سال 95 در قالب تبصره بر ماده 31 بند به تبصره 4 در کجا؟ در بذاریم اولین رو بخونم. آستانهای مقدس و قرارگاه‌های سازندگی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود مشمول پرداخت مالیات می‌شوند. این در کجاست؟ در قانون مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان هم تاییدش کرد. در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور که دیدیم، عرض کردم شورای نگهبان هم تاییدش کرد. قانون احکام دائمی هر حکم و هر بخشنامه‌ای رو تابع خودش میکنه، ولی با تلاش‌های سید محرومان آستان قدس همچنان از پرداخت مالیات معافه. اینا اگه مالیات میدادن بخش مهمی از کسری بودجه دولت برطرف میشد. بعد این آدم که میگم تلاش کرد که مالیات ندی آستان قدس که خواهم گفت، این آدم میاد از عدالت و عدالت مالیاتی صحبت میکنه. ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات رو برای تولید بکاهیم از 25% به طرف 10% با یک شیب ملایم، و از طرفی برای اقدامات غیر مولد ایجاد مالیات کنیم، مثل رفتن به طرف ارز و طلا و زمین و مسکن به نحوی که بخواد کارهای سوداگرانه انجام شود، باید با مسئله ایجاد مالیات یک عدالت مالیاتی اختضا می کند. عدالت مالیاتی یعنی چی؟ یعنی وقتی مجلس خودتون تصویب می کنه، یعنی قانون می شود، قانون گذاران قانون می گذارانند، می گذارند، قانون تصویب می کنند که از نهادهای زیر نظر رهبر مالیات گرفته بشود، مشخصا اسم می رن آستان قدس رضوی. رئیسی نامه می نویسه به خامنه ای، میگه همچنان که امام خمینی آستان قدس رو از مالیات معاف کرده بود، شما بکنین. خامنه ای میگه کردیم، از آستان قدس مالیات نگیرین. ببینین نامه خامنه ای رو، این عدالت مالیاتی. درآمدهای آستان و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته از پرداخت هر گونه مالیات معاف میباشند. همین توضیح هم نوشته که همونجوری که نمیدونم خمینی کرده بود این کارو. ببینین و بارها و بارها رئیسی از این کارش دفاع کرده. بله من نامه نوشتم به رهبر معظم، گفتم اونجا مالیات نباید بده. اینم بدم بگم و بگذاریم. رئیسی که میشود متولی آستان قدس در سال 94، مرتضی بختیاری رو میکنه قائم مقامش. سید مرتضی بختیاری همه کاری آستان قدس میشه مرتضی بختیاری. بختیاری کیه؟ قبلا چه کاره بوده؟ مدیر کل دادگستری استان خراسان و فارس، رئیس سازمان زندانها، استاندار اصفهان در دولت اول احمدی نژاد و وزیر دادگستری در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. تحریم شده در اتحادیه اروپا از 18 مهر 90 به دلیل نقشی که در نقض گسترده حقوق مردم ایران داشته. ببینین اینو عمدن عرض کردم خدمتتون که ببینین وقتی معتمدترین فرد رئیسی در آستان در امپراتوری آستان قدس رضوی این آدم باشه، همین مرتضی بختیاری، ببینید که وقتی ابراهیم رئیسی بشه رئیس جمهور، یعنی بشینه رو صندلی رئیس جمهور، آدمای دولتش و دوروبریاش کیا خواهند بود؟ واقعا معتمدینش کیا خواهند بود؟ برای اینه که روزگار به هر حال در دوره رئیسی تا زمانی که رئیسی باشه به هر حال تیره تر به نظر میاد. فرهاد رهبر و رضا تقی‌پور و علی نیکزاد و رستم قاسمی و مسعود میرکاظمی، اینا 5 تنی هستند که
تو باند احمدی نژاد بودن، حالا اومدم چه رئیسی، بعد از احمدی نژاد اصلا اومدم چه رئیسی. هر چقدر دولت احمدی نژاد به پیشرفت مملکت به سمت پرتگاه نابودی واقعا کمک کرد، دولت رئیسی هم میخواد همونقدر کمک حال کشور بزرگ ایران باشه. فرهاد رهبر رئیس سابق دانشگاه تهران در دوره احمدی نژاد، یکی از کاراش تو دانشگاه که این بود که دانشجوها رو به واکنش واداش، واقعا گذاشتن گیت‌های امنیتی بود به قول خودش و برنامه‌ریزی واسه پوشوندن لباس فرم به دانشجوهای دختر دانشجوهای پسر. ایشون فرهاد رهبر مشاور اقتصادی رئیسی بود در آستان قدس رضوی و این روزا هم همه جا همراهشه. تیم اقتصادی دولت آینده ایشون رو فرهاد رهبر سرپرستی میکنه. مسعود میرکاظمی یکی از اون پنجتن عضو رسمی سپاه پاسداران، 4 سال وزیر بازرگانی احمدی نژاد بود، 2 سال وزیر نفتش، 3 بار طرح استیضاحش رفت به مجلس، واردات شکر رو آزاد کرد، قیمت شکر رو برد بالا، توسعه میدان‌های نفت و گاز رو متوقف کرد، بیش از 250 مدیر ارشد با تجربه وزارت نفت و به اسم لیبرال و غیر مکتبی و اینا اخراج کرد به محض اینکه شد وزیر. تو همون 2 سال تولید بنزین آلوده سرطانزا مال دوره‌ای است که ایشون وزیر نفت بودن، آقای میرکاظمی. رستم قاسمی یکی دیگه از سپاهی ها، فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه، وزیر نفت احمدی نژاد بود، این هم امضا کننده مجوز فروش نفت بی حساب کتاب به بابک زنجانی که میدانید بعد از بازداشت بابک زنجانی حکم بازداشت چند نفر دیگر هم از مدیرای شرکت نفت صادر شد، از جمله همین رستم قاسمی هم صادر شد که به دستور مستقیم آقای امام خامنه ای حکم بازداشت و زندان رستم قاسمی اجرا نشد. ببینید افراد دیگری که هستن و همین هایی هم که من مختصر خدمتون عرض کردم در برنامه های آتی بهشون خواهم پرداخت. نکته ای که یکی یکی اینها ببیشه، همون علی باقری کنی مثلا از خانواده از مافیای در واقع باقری کنی، اینها رو خدمتون خواهم گفت و اطرافیان دیگری که و سیاست هایی که به اصطلاح رئیسی میخواهد پیش ببرد. بله وقت پرده آخره. مثلا یه مسجدی نماز بخونم، دیدم مردم مسجد مرگ بر آمریکا نمیگن. گفتم که چرا نمیگن؟ گفتن اینجا مسجد مقدسین هم، مسجد مقدسین هم و مسجد سیاسیونی، مرگ آمریکا سیاسیه. گفتم مرگ آمریکا قرآنیه، کی گفته سیاسیه؟ پا شدم گفتم آی مؤمنین، ولی به نظر من شما 50% مسلمانید. میخواد بگم؟ گفتم ببونم. چرا 50% مسلمانیم؟ گفتم برای که قرآن علامت مسلمان رو 4 تا چیز شمرده، شما 2 تا چه ندارید؟ قرآن درباره مؤمن میگه اشداء علی الکفار، یعنی مرگ بر آمریکا. شب و روزگار خوش.